مامان براتون عروسکشونه کردم. فقط پیرزن پیرمرد هستن، فکر نکنید مثل ایران جوانن، همه مثبت 80ن. آسمون ابر، یک کوچولو مه، و من میخوام که بزنم بیرون چون واقعا دوست ندارم خونه بمونم، میخوام برم بیرون. حالا هوای کریسمس اینجا، بریم ببینیم چه خبره. به نظرم این کت خوبه، فقط یکم به این نمیاد، به این تیشرت من عوضش کنم. آره دقیقا هم یکی دو ماه قبل بعد از مهاجرت هم من این کاپشنال رو خریدم، بعد همه عکسام با اینه، همه جا با این میرم. حالا میرم کاپشنر جدید میگرم، میگم سیما اینو دیگه نپوش، ولی واقعا خیلی راحته، خیلی به هم وفا داریم، یعنی عشق دو طرفه داریم به هم. حالا من اینو پوشیدم امروز، مهم هم تکراریه. I don't care. کار من انجام شد با اینکه خلوت بود، معطل شدم، میرم یه سر کتاب خونه. کتاب خونه خیلی محیطش برام خوبه، مجبور میشم کتاب بخونم، مجبور میشم کار عقب افتاده بکنم و باید لپتاپم با خودم بیارم که تو کتاب خونم. یعنی من میرفتم باغ وحش، سنگین تر بودم تا بیام تو این کتاب خونه بخوام به آرامش برسم. صدای سگ، گربه، اردک، نمیدونم الاغ، هر چی صدا بود در می اومدن این بچه‌ها بخندن. اصلا من دیگه نظرم راجع به کتابخونه عوض شد. من ببینیم، من تلاش کردم بیام توی محیطی که مفید باشه برای مطالعه، اینا نذاشتن. سلام، چطوری؟ خوبین؟ این چی دونه؟ کرم دندونم افتاده. کلی خوشحال بودم، گفتم امسال زمستون نداریم. وای امروز خیلی سرده، میتونم بگم امروز سردترین روز ماهای اخیره. یخ کردم، یعنی دماغم داره میفته، دماغ کجم داره میفته از سرما. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ عالی هستین؟ منم خوبم، خدا رو شکر. ممنون از احوال پرسی مجدد. امروز داشتم فکر میکردم که ما خیلی نیاز داریم که قوی باشیم، یعنی خیلی خودمون رو قوی کنیم برای روزهای سختی که نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. ما همیشه یه ترسایی داریم، ترس از دست دادن دور از جون، ترس از دست دادن عزیزان، ترس از دست دادن شغل، ترس از دست دادن رابطه، ترس از دست دادن همه وابستگیایی که میدونیم که واقعا نمیتونیم کنترلشون کنیم. یه روزی که قراره برسه که از دستشون بدیم، باید از دستشون بدیم. مهم اینه که ما چقدر قوی باشیم تو برخورد با اون موضوع و اینکه چقدر وقت داشتیم رو خودمون کار کنیم که بعد از اون اتفاق آیا نابود بشیم یا نشیم. مثل میمونه که شما مثلا میری یه سرمایه گذاری میکنی، یه چیزی برای آیندت میخری، یه خونه ای و حالا هی گرون میشه، یا هر چیز دیگه، هر سرمایه گذاری دیگه برای یه روزی که خودتو خوشحال کنی، برای یه روزی که اگه نیازمند شدی به هر دلایلی خیالت راحتی که آقا یه چیزی یه جایی داری به هر حال. حالا برای در مورد روح و روانمون چطور؟ در مورد روح و روانمونم آیا بهش رسیدگی کردیم یا فقط میترسیم؟ فقط میترسیم که اگه اون روز اون اتفاق بیفته من نابود میشم، و چه بسا دیدم، من با چشم خودم دیدم نابودی کسایی که خب واقعا اتفاق غیر منتظره براشون افتاده که هنوز به مرحله پذیرش هم نرسیدن، یعنی هنوز نپذیرفتن اون اتفاق رو که بخوان درکش کنن، که بعد بخوان تو مرحله بعد باش کنار بیان، بخوان شرایط جدید رو بپذیرن و میمونن تو اون حالت مثل خلسه، تو اون حالت خلسه میمونن که فقط از خودشون میپرسن چرا اینطور شد یا چرا این اتفاق افتاد، و مدام خودشون رو سرزنش میکنن بابت اتفاقی که بابا اصلا شما تقصیر شما نبوده. شاید به هر حال اصل مطلب اینه که میخوام بگم که به نظر من باید فرهنگ سازی بشه که ما رو خودمون کار کنیم، قوی باشیم،
و در مقابل زندگی، آزمونای زندگی ویرون نشیم، یعنی واقعا، یعنی بمونیم که بتونیم هی این، میدونی مثلا این گیم میمونه که جونت تموم میشه، یعنی باید انقدر جون داشته باشی که بری مراحل بالاتر و بتونی حالا گیم اوور نشیم. در کل میخوام اینو بگم بهتون که توی زندگی گیم اوور نشیم. یه تجربه که دارم، من یه خاکسپاری رفتم اینجا، مادری که دوستانم بود انگلیسی هم بودن و خب اولین بارم بود، هیچی نمیدونستم. خب من همیشه ایران بوده، رفتیم تو مسجد و رفتیم سر خاک و سوم و هفتم و چهلم و اینا، گریه و زاری و دیدیم دیگه چه چیزیه واقعا، چقدر قشنگ تا یه چند وقت اعصابت خورده بعدش، چون روح و روانت، یعنی اصلا همون چه میدونم بیت زهرا، قبرستون، حالا دور از همه. من رفتم به مراسم خاکسپاریشون، حالا اگه شاید تیکای فیلمشو براتون بذارم. اول از این که خب دوستم خیلی ناراحت بود خیلی، ولی گفتش که من حرفی که به من زد باش صحبت کردم، تسلیت گفتم، گفت خیلی خوشحالم که مادرم عمر مفید داشت، زندگی خوب داشت، بچه هاشو دید، نوه هاشو دید، تو سن کم فوت نکرد، فقط از این ناراحتم که چرا روزای آخر عمرش اونقدر مریض بود که حتی نمیتونست آب بخوره یا حتی نمیتونست غذا بخوره. حالا مادر ایشون مثلا 95-6 سالش بود، خیلی هم خانم نازنینی بود، و گفتش که از اینکه از من میدیدم که این نمیتونه غذا بخوره خیلی اذیت شدم، ولی بعد از خدا رو شکر کردم، خدا رو شاکر بودم که به من این 2-3 هفته رو زمان داد که تو بیمارستان در کنار مادرم باشم و کامل ازش خداحافظی کنم، یعنی شوک نشدم که مثلا یهو فوت کنه مادر من، و داشت مثلا جنبه های مثبت رو میدید و گفتش که آره من چند هفته وقت داشتم با مادرم تو بیمارستان گذروندم، با اینکه میدیدم هر روز داره ضعیف‌تر میشه، ولی بغلش کردم، بوسش کردم یا حالا هر چیز دیگه ای، و خدا رو شکر که من این زمان رو داشتم که خداحافظی کنم از مادرم. و ما رفتیم مراسم خاکسپاری و با یه دونه کالسکه خوشگل و یه اسب حالا آوردن مادرشون رو و دیگه خاکسپاری کردن. یه چیز جالب دیگه، من ندیدم هیچ کس اونجا گریه کنه، واقعا لباسای شاد پوشیده بودن همه، یه جوری انگار مهمونی اومدن و همه خوشحال بودن از اینکه مادرش یه زندگی جدید شروع کرده و به آرامش رسیده، به آرامش، یعنی یه جوری میگفتن که مثلا به هم تبریک میگفتن، اینجوری نبودش که تسلیت بگن، مثلا میگفتن که زندگی جدید مادرمون به خواب رفته برای مدت کوتاهی تا حالا بعد دوباره بیدار شه و کنار هم جمع شه، یه همچین چیزایی. و من دیدم که چقدر فرهنگشون فرق داره، مثلا حتی به من گفتش که مامانم وصیت کرده، گفته که من دوست ندارم توی مراسمم کسی لباس رنگ تیره بپوشه، لطفاً هر کی دوست داره بپوشه، اصلا خودتون رو تو معذوریت نذارین. و یه چیز دیگه هم این که مثل ایران نبودش هزینه کنن، غذا بدن، ناهار و شام و اینجوری و خودشون رو تو معذورات بذارن، خیلی ساده همه چیز برگزار شد، خیلی متفاوت فرهنگشون از ما، کلن غمپرست نیستن. یه چیزی که من متوجه شدم اینه که ما غمپرستیم، ما اصلا انگار خاکمون غمپرسته، یعنی زاده شدیم که غمگین باشیم، رنجور باشیم، یعنی رنج طلبیم، و این خیلی بده. چه خب مادرامون، حالا پدرامون کمتر، ولی در کل این آهنگامون غمگینه، نمیدونم همش مثل مداهی میخونه خواننده های جدید، من واقعا نمیتونم گوش کنم بهشون، احساس میکنم همه دارم مداهی میکنن، نمیدونم چرا. در کل میخوام بگم که خودمون رو قوی کنیم برای روزای سخت. Let's go. خب منم امروز دیگه بیدار شدم و طبق معمول هوا گنده، فکر کنم داره یه بارونایی هم دونه دونه میادش. حالا بسید من پنجره رو بهتون نشون بدم. این هوای اینجاه، هوا سنگینه متاسفانه همونطور که میبینین، و خیس و زمین خیس،
آسمون ابر، یه کوچولو مه، و من میخوام که بزنم بیرون چون واقعا دوست ندارم خونه بمونم، میخوام برم بیرون. حالا هوای کریسمس اینجا، بریم ببینیم چه خبره. همراه من باشی. موامم براتون عروسکشونه کردم دیگه. الان میخوام چیکار کنم؟ میخوام دارم فکر میکنم که لباس خیلی گرم بپوشم چون که سوز میاد، سوز گداکش، اینجا سوزاش خیلی بده. به نظرم این کت خوبه، فقط یکم به این نمیاد، به این تیشرت. من عوضش کنم، کاپشنم پای بندم وفا دارم، یعنی هرچی هم کت و کاپشن و لباس بگیرم این عشق منه، یه جوری بهش وابستم. دیدی یه لباسی رو انقدر میپوشین انقدر میپوشین تا حتی جرم میخوره همچنان میپوشین، این خیلی باسلیقه. اوتو حتی من لباس اوتو میکنم، باورتون نمیشه. ببین نگاه کن، آره این کاپشنه رو من الان چقدر آره دقیقا هم یکی دو ماه قبل بعد از مهاجرت هم من این کاپشنه رو خریدم. بعد همه عکسام با اینه، همه جا با این میرم. حالا میرم کاپشن جدید میگیرم، میگم سیما اینو دیگه نپوش، ولی واقعا خیلی راحته، خیلی به هم وفا داریم، یعنی عشق دو طرفه داریم به هم. حالا من اینو پوشیدم امروز، مهم هم تکراریه. I don't care. من دوباره دوش گرفتم و عدسه و حساسیت شروع شد. الان هم که اومدم تو نور بیرون میبینم آرایشم خیلی زیاده، دوباره پاکش کنم. خیلی خوشحال بودم، گفتم امسال زمستون نداریم، وای امروز خیلی سرده. میتونم بگم امروز سردترین روز ماهای اخیره. یخ کردم، دماغم داره میفته، دماغ کجم داره میفته از سرما. خب من اومدم اینجا تو کتابخونه پرینت بگیرم، اینجا عملیات عمرانیه و اینکه پرینتمو بگیرم. پرینترم جوهرش تموم شده تو خونه.
یکی از چیزایی که برای من جا نمیفته این که شهر خیلی کهنه است، میدونی از نوسازی خیلی خبری نیست. من اینو دوست ندارم. این میدونی تو تهران، حالا تو شهرهای بزرگ، تو تهران، تو هر جای دیگه ای، عموما همش در حال نوسازیه، ولی اینجا خیلی قدیمیه ساختمونا. بیشتر دلگیرش میکنه، مخصوصا تو هوای ابری موهیتو. آره داشتم میگفتم مثلا خب لندن خود مرکز سنترالش قشنگه، مدرنه، ولی عموما کل انگلستان کهنه است. این کهنگیه رو من نمیدونم، شاید چون تو ایران بودم مثلا دیدم فصل پاییز چقدر قشنگه، همه جا چراغونیه. خب شبا اینجا مثلا ساعت 6 7 دیگه تاریکی میزنن، و خب پاییز یکی از خوشگل‌ترین فصلای شهرهای ایرانه. اینجا هم خوشگله، ولی لعنتی غم میباره از در دیوار. اینش دوست ندارم. این که اصلا نمیدونم. حالا یکم ببینید خودتون. بعد همه نماها آجره. خب ما ایران مثلا سنگای آنچنانی، تنوع سنگ داشتیم، مصالحی که استفاده میکردیم. اینجا فقط آجر 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 قرمزاست، چون میدونیم به خاطر آب و هواش مصالح دیگه تو این هوای سرد خب احتمالا طاقت نمیاره. یعنی فقط آجره که موندگاره تو این هوا. این باعث شده که خب معماری منحصر به فردی داشته باشن، ولی نمیدونم، تو عکس‌ها خیلی خوشگلن، ولی وقتی تو این محیط زندگی میکنی اینکه همه جات آجوریه یه ذره برات سخت میشه. آجرای کپک زده مخصوصا به خاطر حالا سرما و رطوبت. اینجا هم که شاشیدن احتمالا. من برم اینجا یه کار اداری دارم. کار اداریم انقدرم از کار اداری بدم میاد، مخصوصا خارج از کشور، زبان انگلیسی ای انقدر بدم میاد، هی با خودم تکرار میکنم جمله رو اشتباه نگم. توی شرکتی انقدر که داشتم اون جملم رو تکرار میکنم اشتباه نگم. الان اینجا نشسته بودم، یه خانمه اومد، یه دختر جوانی بودش، چیز شدش، رفت گفتش که مثلا فلان چیزو میخوام، بعد اون رسپشنه گفتش که لطفاً، یعنی که اگه کاری داری لطفاً بگو. شروع کرد فوش دادن و داد زدن و الان رفت داد زد، فوشای خیلی بدی داد، رفتش، کارش هم انجام نداد. من اینجا قلبم داشت را در میمید، نیست حساسم.
خب حدودا بعد یک ساعتی کار من انجام شد، با اینکه خلوت بود معطل شدم. میرم یه سر کتابخونه. خیلی محیطش برام خوبه. مجبور میشم کتاب بخونم، مجبور میشم کار عقب افتاده بکنم و باید لپتاپم با خودم بیارم که تو کتابخونه. اینه که دلتون بسوزه، تو کتابخونه فقط پیرزن پیرمرد هستن. فکر نکنید مثلا ایران جوونن، همه مثبت 80 هستن. یعنی من میرفتم باغ وحش، سنگین تر بودم تا بیام تو این کتاب خونه بخوام به آرامش برسم. صدای سگ، گربه، اردک، نمیدونم الاغ، هرچی صدا بود در میادن این بچه ها بخندن. اصلا من دیگه نظرم راجع به کتاب خونه عوض شد. من ببینیم، من تلاش کردم بیام تو این محیطی که مفید باشه برای مطالعه، اینا نذاشتن. رفتم یه دقیقه نشستم این کتاب خونه مثلا یه دو تا کتاب مطالعه کنم. پرینتم انقدر عملیات عمرانی بود، انقدر کوبیدن ده اعصابم بعد خوش. آقا من میرم خونم خیلی ساکت‌تر از این کتاب خونه است والا. Thank you.
گردو بادوم داریم. ببینم پسته داره. ببینم گردو بگیرم. دیگه چی بگیرم؟ چقدر شهر ادویه است اینجا. وای مغزا رو اینا برای سالاد خیلی خوبه ولی الان دستم خوره نمیتونم الان. اینا برای خدا، اینا خیلی خوشمزه است. یادش بخیر از شکلات ها قدیم بود، مثل تخم مرغ بود، رنگی بود، تخم کفتر بود. من چی میگفتم؟ عاشق زردالو خوش شدن کلن، آلو، زردالو، شفتالو، همه چی. خیلی گشنم، هم نها بخوام. This I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon and not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty and I always will. From the day we met, I'll be with you. The first time you said that you love me too. Without you.